اینجا زادگاه رافائلا سیلوا جودوکار برزیلی است. کسی که اولین مدال طلا را برای کشور میزبان المپیک تابستانی 2016 به ارمغان آورده. در یکی از زاغنشین‌های فقیر ریو دو ژانیرو هستیم. این منطقه شهرتش را مدیون فیلم شهر خداست. فیلمی درباره فقر و فلاکت و جرم و جنایت در فاولاهای ریو دو ژانیرو. شهر خدا اما امروز برای برزیلی‌ها شهر طلاست. پیروزی رافائلا می تواند نگاه ها را نسبت به این زاغنشین ها تغییر دهد. لوئیز پدر رافائلا از پیروزی دخترش احساس غرور می کند و می گوید مردم اینجا خوشحالند، چون رافائلا سیلوا از کسی پنهان نکرده که اینجا بزرگ شده. بعضی ها ریشه هایشان را پنهان می کنند، اما او این کار را انجام نداده. همه از این که او اسم شهر خدا را برده خوشحالند. او در محله عیان نشین ها زندگی نمی کند. همیشه می دانستم که رافائلا زادگاهش را از یاد نمی برد. برای اهالی این زاغنشین پیروزی رافائلا ارزش زیادی دارد، زیرا به نوعی حمایت روحی از مردمی است که به ندرت اخبار خوش درباره آنها شنیده می شود. یکی از ساکنان این منطقه می گوید دو هفته پیش به رافائلا گفتم که داری برای مدال طلا می روی. حالا او با مدال طلا به خانه بازگشته. در در و دیوار این منطقه آثاری از باندهای جرم و جنایت و قاچاق مواد مخدر به چشم می‌خورد. تاتیان دوست رافائلا هم سابقا جودوکار بوده. از نظر او ورزش می‌تواند زندگی جوانان این منطقه را متحول کند. او می‌گوید دیروز پسری به من می‌گفت که مادرش بارها از او خواسته ورزش جودو را رها کند، اما او این کار را انجام نمی‌دهد چون به دنبال چیز بهتری در زندگی است. در جامعه ای که فرصت های زیادی در آن وجود ندارد و کودکان هم اشتیاقی به درس خواندن ندارند، ورزش می تواند زندگی آدم ها را از این رو به آن رو کند. رافائلا پس از ناکامیش در بازی های المپیک سال 2012 در لندن، قصد داشت به خاطر توهین های نژاد پرستانه با جودو برای همیشه خداحافظی کند. اما امروز او یک قهرمان ملی است.